کوروش، کوروش با تو هم میشستی؟ پس پاشم وایسم. مردی که اولا اه درست حرف بزن با کی؟ نه بابا آبجی، با این نیستم که، با این مردی که عوضی هم. وای دوباره تو روزنامه گرفتی دستت، معلومه سلام میخوای چه خبری بخونی؟ یکی یکی رو پخته خورده آویزون کرده سر درخت. بلم کن تو رو خود اعصاب نداری. نه بابا کوروش اینو نگاه کن، کوروش سب کن یکی دیگه کوروش اونو بل کن، این مهمتره، اینو نگاه کن. یه دفعه سب کن بابا، الان گیم اوور میشم. اینو نگاه کن تو، چیه؟ نگاه کن تو، یه گذاشت. چی؟ ای وای، چیه کوروش؟ خودش. ای وای، میگم چیه؟ بیداد باز دوباره داستان جدید بده ببینم چیه. باش این همه یاروه که عکسش بود که اون دفعه کیف منو برداشته برده. میبینی؟ بدبختمون کرد، داره باش پوز میده. داد نزن، به جای اینکه صبح تا شب بشینی با اون موبایل من پرنده بکشی یه فکری بکن بیارزه. صد بار بهت گفتم که این کلمه را هیچ وقت به کار نبر. بی عرضه ای دیگه، من لغت دیگه ای برش بلد نیستم. چی داره میگه هما؟ اگه یه ماشین ناقافل از پشت بهت بزنه و ده متر بپرونتت هوا با مخ بخوری زمین، اون وقت تو به این میگی بی عرضگی؟ نه یه چیز دیگه هم بهش میگن، میگن دست با چلفتگی، چلفتی. هستی دیگه عزیز من، چی اونجوری نگاه میکنی؟ 10-12 سالم بود تو باغ، یه قایم موشک بازی میکردیم، داداش تو بچه بودی یادت نیست، همش یا چوب تو چشش بود یا بالای درخت بود یا دستش شکسته بود یا یه پاش یه چیزی شده بود. کدوم یکی از اون آدمایی که داشت قایم موشک بازی میکردن دانشمند شدن؟ اصلا به جایی رسیدن؟ من زنه هر کدوم از اونا شده بودم الان اعصابم راحت تر بود، زندگی بهتری هم داشتم. تموم. راست میگه دیگه بابا. تو چی میگی هویج؟ ها؟ گوش کن هما، ببین چی دارم بهت میگم. اگه یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه این کلمه برا من خط و نشون نکش. چی شد؟ چی شدی؟ داداش من فکر میکردم که حداقل یه فرصت خداحافظی به ما میدیم. بفرمایید جناب دکتر. والله راستش می‌خواستیم واسه خداحافظی کنیم، ولی رفیق جیمی اومد دنبالمون گفت بریم چرخی بزنیم. ما گفتیم بابا ما منتظر باقریم، گفت بریم زود برمیگردیم. بعد یه دونه زانتیو افتاد دنبالمون، کل انداخت، اینم شاخ بازی در آورد دیگه. از همون ور انداختیم رفتیم وشغالم کردیم، جات خیلی خالی بود. پس رفتین اشغال. آره داداش، احتمالاً 50000 یورو هم دود شده رفته هوا. اما اول که رسیدیم دود شد رفت هوا. از نظر شما بزرگترین تفریح برای یه دانشمند چی آقای باقری؟ جیمی جان من ترجیح میدم خیلی وارد جزئیات نشم. من میگم؟ نه خیلی از بده خود چون میگم عرض کردم بهتره که فراموش کنیم. آقای دکتر افشار جان تمام وقتشون رو صرف مطالعه تو کتابخونه ملی فرانسه کردن، تمام شب رو. تمام شب؟ بله بله تمام شب، تا صبح همه رو حفظم. الان میخوای بسید بگم؟ نه خواهش میکنم بفرمید جناب رودی، منتظر شما. بفرمید. چیگو؟ فرمودن دلمون خیلی براتون تنگ شده. ما هم دلمون خیلی باز شما تنگ شده، به خصوص جاکلین خانوم. دکتر جان. جان لطفاً دیگه اینطوری بی خبر ما را تنها نذارین. چش تو چشم، اصلا من دیگه اینجا تکون نمیخورم، اینقدر میمونم تا این وسط سر بیره. از این بعد خواستم برم بیرون، میگم با هم بریم. خوبه؟ بله به اتفاق. آناناس جانم. هیچی بدنی گویه نه، آناناس واسه ما صرف کلا بخور. Bon, puisqu'on est tous réunis là, finissons notre travail. دیگه چی گفت؟ فرمودن دیگه وقتشه کارمون انجام بدیم. ای والله، پس شما با این وصلت موافقی؟ آزمایش میگن. اینجا موسی از دوچ باید آزمایش بدیم، یعنی چی؟ آزمایش پودری رو که اختراع کردید آقای دکتر. آها پود. خب بهشون بگو که حالا که هستیم اینجا در خدمتتون، حالا آزمایشم انجام میدیم. نه دیگه دکتر جان، فکر میکنم بنزی کافی بهتون خوش گذشته. کتابخونه ملی و شب طولانی، الان دیگه بهتره که به کار اصلیمون بپردازیم. به هر حال الان اینجا یه مشکلی هست، اون پولی رو که ریخته بودین به حساب دوستان ما برگردونیم به حساب آقای لوریان. چه اتفاقی براش میفته؟ مشکلی نیست، پول حاضره. اینجاست؟ بله. گو بفهمید. ایول پا حل دیگه. اول آزمایش دکتر جان. اول آزمایش؟ بله دیگه آزمایش. آزمایش سو
زود باشین دیگه آقای دکتر، ماشاءالله درس خوندیم، واسه چی الان من اگه می‌خواستم یه ساعت این عکسو بذارم جلو خودم، خودم میفهمیدم چش بود. خوب میشه؟ از چه نظر؟ الان دیگه شما از همه نظر بررسی کنید، چون ما ویزیت دادیم بعد، ولی الان دو ساعت شوهرم بیهوشه. در به کدوم قسمت سرشون اصابت کرده؟ بذار یه دقیقه من میشنم براتون میگم. ببینی ما یه یخچال داریم تقریبا اینقدره، یعنی من جلوش وامیسم نصفشم از این دو قلوها، مامان هم تازه خریده. آره انو قصاش مونده، انو نداریم، سه ماه تازه خریدیم. بعد من داشتم راجب خواستگاری سابقم و این قایم موشک بازی خاطرات بچگی میگفتم، یکم شوهرم عصبی شد، منم خب تب عصبی شدم. بعد من رفتم تو آشپزخونه که آب بخورم، ایشون همجوری پشت به پشت من اومدن، همجوری که من داشتم میرفتم به سمت آشپزخونه که در یخچال باز کنم که یه لیوان آب بخورم یه خود خنک شم، همجوری درو با دست راستم باز کردم، ایشون خورد به چپش. چپش بله. ولی این عکس نشون میده قبلا یه موردی تو سرشون بوده. شما روانکاوی اینا میدونین، یعنی یکی غیره من، این ممکنه عاشق باشه اینقدر گیجه هی میخوره به در و دیوار. نه منظورم اینه که قبلا یه اتفاقی برای سرشون افتاده، یه ضربه شدید. بله تصادف کرده. چه؟ چقدر؟ دو ماه پیش بود، ولی چیزیش نشد. نه دو تا ضربه محکم تو فاصله زمانی کم باعث شده یه اختلالات عصبی تو سیستم مغزش رخ بده. آقای دکتر این شوهر من تا حالا فقط عیبش این بود که نمیتونست بچه دار شه، الان دیگه بگین من تحمل شدم. ممکنه شما رو فراموش کنه. منو فراموش؟ بله. یعنی همه چی یادش بره؟ بله. یعنی من هم یادش بره دیگه؟ بله آمادگیشو داشته باشین. آقای دکتر خواهشن یه کاری کنین این یه مورد یادش بمونه. ببینه ایشون از چهرهای ماندگارن، بعد میدونی پشت سر هر مرد ماندگاری هم یه زن موفق و قدر و اینا سالا به چهره چیزی نشده. من منو که نباید یادش بشه دیگه. خدا نه چند وقت هم میشه بگم، مهم نیست. نمیشه یه کارش بکنی؟ بگیم چی کار میتونم بکنم؟ هویج عزیزم شناخت تو رو، خدای شکر. حالا منو بعد بشناسه؟ نمیشه شما رو بشناسه. منم میشناسه عزیزم. بله قربونت برم الهی. یعنی چی ببخشید شما؟ منو نمیشناسی؟ شما چی هستین؟ من زنتم، دختر خالتم هستم. زن؟ من اصلا زن ندارم خانم، قصد ازدواجم ندارم. گفته باشم بابا ما چند سال پیش این کارو کردیم، الان سر شبی قای موشک و اینا حرف میزدیم، بحث کردیم، اومدی پشت به پشت من کنارم تو آشپزخونه، در یخچال وا کردم. یعنی خواهش میکنم حداقل رو رعایت کنید دیگه. حاجی بزن منو میشناسه، من باهاش صحبت کنم یه دقیقه. بیاین ببین من کیم. بله من کیم؟ سرشون یه خورده بیاریم پایین تر. هویج آخه این یه چیزایی یادشه جست گوری. بابا منظورم اینه که خونواده کی؟ معلومه دیگه سیفی جاد دیگه. وای هویج ببخشید من معذرت میخوام، من میتونم یه لیوان آب هویج داشته باشم؟ خیلی تشنمه. بسه یه دقیقه من میرم. نه شما نه، من همچنی وای میسم با هم کم کم مشناش. نه باروت بورت، غلام بورت، چه فرقی میکنه؟ خب فرق میکنه داشی، بارود مال تفنگه، بورت لوازم آزمایشگاهی، دیوونه کردی ما رو. اون خود که کاغذه بده من بنویسم اینو یادم بمونه. بیا بیا من بارود باز نوشی بارود مینویسم یادم بمونه نگم دیگه، قاطی میکنی دیگه. نه بابا الان مینویسم درست میشه، مساویس با بورت، اینو بگم یادم بمونه که اینو نگم دیگه. این چیه؟ اوه خیلی سخت. کجاش سخته این؟ ارلن مایر. ارلن مایر بگو. یادم نمیمونه. یادت میمونه بذار ببینم. این فوتبالیست آلمانو میشناختی؟ بکن باور. آه ارلن مایر. بکن باور. بکن باور. اوکی بکن باور. ارلن مایر. ارلن مایر نگاش کن. مایر ما هر خوب یر باش خوب بعدی اینو میدونم میدونی. این چیه؟ این اینو گفتی بهم واسه یادم، همون که سوار میشن میرن هوا. آفرین. آره الان میاد تیاره. نه واسه چیز چرخبال. چرخبال چیه؟ چیز همون هلیکوپتر خودم،
هواپیما بالون 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 گفتی بیم آره بیا سوار میشن میرن هوا بالون بالون مشابیس با تیاره چی کار کنم من یادم میمونه دیگه این چیه اخ این اسمش خیلی سخت بود کندانسور اوه این بیخیال شو اصلا اینو بیش... بابا من هرچی بهت میگم تو میگی بیخیال شو آقا جون ولش کن بیخیال 500,000 یورو میشیم تمام شد ولش کن حالا بیا میگم بیا میگم بیخیال نمیشیم میگم بیا چی بود آسانسور بود کندانسور آسانسور کندانسور آسانسور چیه کندانسور ولش کن اینو بعدن بعدن توضیح میدم برات خب این اسما بین المللیه نمیشه که بری جلو یارو هر چی دلت میخواد بگی که ما این همه اس باید حفظ کنم باید حفظ کنی باید قول بدی تا صبح بشینی حفظ کنی دکترها این همه اس حفظ کنن آره حفظ میکنن این که چیزی نیستش که شما این همه رو که نمیتونی حفظ کنم من حتما باید دارم اینا رو جلو بله حفظ میکنی بحثشو نکن جاکلین و اینا رو بایستم اینا رو بسید الان میریم بخش اجرا بلکن بخش اجرا میری میشینی پشت میز این چند تا اسمی رو که بهت میگم حفظ میکنی اینا رو با هم قاطی میکنی تموم میشه میره بازم حفظ کنم بله ولکم اوتام اسکول کردی ما رو حفظ بده همین چهار تاشو به زود دارم حفظ میکنم داش من به خاطر من نمیتونم جون من مرگ تو نزن مرگ من نزن جون من دو تا شو حفظ میکنم جون من سه تا دو تا شو من بمیرم سه تا دو تا شو حفظ میکنه دو تا شو این دو تا اسمی که الان بهت میگم اون خب حفظ میکنی میری میشینی این دو تا رو میگی وقتی قاطی شد با هم 10 روز طول میکشه اینا تا جواب بگیره چقدر 10 روز در واسه که دم بکشه چی بشه دم بکشه دم چی بکشه فعل و انفعالات شیمیایی انجام بشه روش چی فعل و انفعالات هم نشنیدی تو نشنیدیم خدا وکیل اینا رو نگفته بودن تو انفعالات جداست از هم انفعالات فعل و انفعالات سر همه این هم خودت بنویس بست این با این خودت بنویس بست پشت بار بشیم اونجا همه رو حفظ کن بلنش بودو کجا داری میری تو؟ من دارم میرم بیرون دیگه بیرون؟ آره اونجا بیرونه؟ آره دیگه اونجا دستشویه بیرون از این بره خیلی خدافز خدافز؟ یعنی چی؟ خب دارم میرم بیرون دیگه دیرم شده دیرت شده؟ کجا داری میری که دیرت شده؟ من غیر سر کار رفتن کجا رو دارم؟ ها؟ این وقت شب کوروش شب؟ بله ساعت 12 است شبه؟ بله شبه بیا خب
حتما. خب پس من دارم میام تو خونه. سلام، چطوری؟ حالت خوبه؟ روسریت خیلی قشنگه. چه خبر؟ خودم روسری چی میگی تو بابا جون؟ تو اصلا امروز سر کار نرفتی. خب اگه نرفته باشم سر کار، پس من الان پس چرا الان اومدم تو؟ خستم. برای چی اینقدر خستم؟ روز به روز داره حافظت بدتر میشه. روز به روز. چی داره میگی؟ کدوم حافظه؟ چی داره میگی؟ خوبه، حافظت خوبه. آره؟ تو حواست جمعه. معلومه که حواسم جمعه. داشتم راجبه چی حرف میزدیم عزیزم؟ چی؟ همین چند جمله پیش، همین چند لحظه پیش. خب معلومه دیگه، من داشتم میرفتم سر کار، تو پاشدوی اومدی بدرقه من دیگه. خداحافظ. باید وقت دکتر بگیریم بریم دکتر. نمیشه اینجوری. طوری شده؟ برای چی باید بریم دکتر؟ میشه، طوری میشه. اگه یه چند روز دیگه با تو زندگی کنم حتما این توی اتفاق میفته. اصلا نگران نباش، من امروز نمیرم سر کار، خونه میمونم و مواظب تو هم. تو مواظب منی داداش. ای بابا، ای وای، اینجا خوابیده بودی؟ ای گذاشتین یه دقیقه ما بخوابی؟ عزیزم قرار بود تو اتاق بخوابی با ایشون، حواست به شوهر من باشه. از دست شوهر تو با اون خور و پفاش من اینجا میشه خوابی؟ یه دقیقه اومدیم اینجا کمه مرگمونو بذاریم. هویج، هویج، تو خونه ما چیکار میکنی ها؟ بابا اینجا خونه ماست. اگه اینجا خونه شماست پس من اینجا الان دارم چیکار میکنم؟ ببین داداش جون، داداش جون، یه دقیقه حواست بهش باشه، من برم قرصشو بیارم. ها؟ الان من در حال حاضر اینجا چیکار میکنم؟ بیا. تو خونه شما. بیا. ببخشید. اینو بخور. سقف خونه تو رو سر شما خراب شد. شما اومدین رو سر ما خراب شدی دیگه. میگه دیگه بخور اونو. بدون آب نه، بدون آب برا مری بده. طبق آخرین نظریات علمی، یک دانشمند باید بر روی نظریات علمی خودش همیشه تمرکز داشته باشه. نوش جان. کجا داری میری؟ دارم میرم دستشویی دیگه. نمیبینی مگه دارم میرم دستشویی؟ فکرم داره میری بیرون. بیرون از اون وره، دستشویی اینجاست. حواست کجاست؟ تو هم پاشو برو سجاد بخواب. Mais où sont-ils? Bakery, appelle-les s'il vous plaît. Ça y est, moi je vais partir. Jackie, reste là. Un truc à résoudre. Pipe, Kho, Boudé, Elle est moyenne. Oh, Farin. Condoy. Oui, c'est le mieux. Condoy tout. Condensor. Condensor, ascensor, condensor. Ascensor, condensor. Oh, Farin. Il y a un shot. Allez. Barkal. Docteur John. Allez. میتونم بیام تو؟ بفهمی. روزتون بخیر. پایین همه منتظرن، تشریف نمیاری؟ یه پنج دقیقه دیگه آماده ایم پایین. آکی، اینطور. مشکلی خدای نکرده پیش اومده بگید حل کنیم. نه خیلی مشکل نداری. مطمئن باشم. آره داشت. آخه یه خورده قیافتون مضطرب به نظر میرسه. امیدوارم که مشکلی پیش نیومده باشه. منتظری. رو آب بخندی. حالا اینو من باید دیگه اصلا بگو همین پول عمله پولمون رو نقد میخوایم. داداش من پولی که دیشب دیدی قراره بعد آزمایش تحویلمون بدن. آره دیگه، همون کیف گنده رو، همونو اینه تو فیلم ها به خدا وکیلی از اون سیم بازش کنی چشم بیفته قاطی میکنه. مثلا قاطی نمیکنی. خودم تو این پولا زیاد دیدی، از این آزمایش هم زیاد انجام دادی. خب میدونی اساتید ما چه جوری آزمایش میکنن؟ چیکار کردی؟ اول اینکه دستاتو میشه، دستاتو میشه، بعدم آزمایشو چند پارت میکنی. پارت چی؟ یعنی چند قسمت میکنی. قسمت به قسمت توضیح میدی. هر قسمتی که انجام دادی ازشون سوال میکنی تا اینجای آزمایش آیا کسی سوالی داره یا نه. گرفتی؟ چی میپرسی؟ مظنون باید بپرسی. آره چی میپرسی؟ تا اینجای آزمایش کسی سوالی داره یا نه. تموم شد. رفت. تموم شد. تموم شد. دانشمند شدم. بریم. المایر کندانسور. کندانسور، من به تو افتخار میکنم، تو یه دانشمند نابغه ای. تکرار کن بخواهر. یه شعرم تش بگم خاتمشو ببندم. شعری که افتم با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای لوریان، جاکلین عزیز، باقری و بروچ. خیلی خوشحالم که الان این آزمایش رو دارم برای اولین بار جلوی شما انجام میدم. امیدوارم که از این آزمایش خوشتون بیاد. فقط حواستون باشه من یه بار بیشتر این کار انجام نمیدم. دانش آموزای خوبی باشین، سعی کنین زود یاد بگیرین. مرحله اول ما باید دستامون رو بشوریم، پس میریم که بشوریم. آب رو باز میکنیم،
میشوریم، یه خود این مایه دستشویی میریزیم، هم میزنیم، تمومه. محله دوم یه دستمال میخوایم که خشکش کنیم. دستمالو برمیداریم، دستمونو خشک میکنیم که چی؟ آلوده نشه، چون ممکنه لوازم آزمایشگاهیمون آلوده بشه. مرحله سوم دستکش، برای که چی؟ دست خودمونم باز آلوده نشه. دستکشم که همونطور که میبینید اینجوری دستمون میکنیم، کار زیاد سختی نیست. و مرحله چهارم عینک. عینک لازمه برای چی؟ برای اینکه ببینی که چی کار داری میکنی. عینک هم که زدیم این چهار مرحله تمومه. سوالی نداری؟ نه دکتر، همه چی خوبه. همه چی خوب. خب لوازمی که در واقع احتیاج داریم، بولت، بشر، بالون، از همه ایش سختره، لن مایر. آفرین. چی شد؟ وای آی دکتر، دکتر جان بله، بقیه آزمایش خواهد شد. بله بایر مونیخ، بایر این میاد، بایر خود از این هرمنگولات شنگولیوم قاطی میکنیم، تو بایر مونیخ هم میزنیم اینا رو. بیا اینقدرشو بعد یه خودشو از این میریزیم بفرستیم واسه آقام، حالش بده الان. بعد پول دوا درمونش، به اینقدرش هم خرج کشتی و مارسی میشه. بعد اینقدرش هم خودمون میریم اشغال میکنیم، بقیهش هم میبریم دیسکول میخریم ایشالله. ببخشید من عذرخواهی میکنم آقای دکتر، ما خیلی آدم مأخوذ به حیایی هستن و روشون نمیشه بگن ما با چهار تا بورت و پیپت و لوله آزمایش که نمیتونیم آزمایش به این گندگی رو انجام بدیم. اینجا فکر کنم لوازم آزمایشگاهتون تکمیل نیست و آقای دکتر نمیتونه این کار انجام بده. چیز دیگه ای لازم داری؟ چیز خیلی چیز فرفوشه میخوایم، ما نمیتونیم. سانتریفیوژ مثلا، اینجا دستگاه سانتریفیوژ من نمیبینم. بله سانتریفیوژ. الان من شرایط مناسبی برای کار ندارم. بله ببخشید عذرخواهی. اوه جدت. Je crois qu'ils ont reçu une proposition importante et ils essaient de changer notre opinion afin d'annuler le contrat et vendre cette invention à l'autre. Peut-être oui, peut-être non. Bakery, dites-leur ils ont 24 heures pour effectuer le test, sinon tuez-les. Tu viens. یافو ببین به بنده هنه تو بسی گن زدی غلام، گن زدی. چی کار کردم مگه؟ آخه اصلا مگه داریم یه همچین آدم منگولی؟ این همه تمرین کردیم واسه چی قاطی کردی؟ او انیشتنم والا جای ما بود قاطی میکرد. جاکلین با اون خوشگلی نشسته رو به رو با لوریان، اون هم دانشمند، اون ناکزم که عرد اومد جلو ما کیفو باها کرد. بهت گفتم من چشم به اون همه پول بیفته قاطی میکنم، واسه 2000 تا ما جیب آقامونو میزدیم. آقا جون من دیگه ایجنتت نیستم، رو من دیگه حساب نمیکنی. اصلا میدونی چیه؟ همه شخصی توه. نفهمیدم چی شد؟ تو بگه ایجنه من نیستی؟ خب آقا جان همه جای دنیا دانشمند ها میشینن نگوشه نگاه میکنن، ایجنهاشون کارشون رو برشون انجام میدن. مگه اینجوری نیستش که؟ تو همه به جای دنیا رو دیدی. سر ساختمون که بودیم مهندس ناظر خودش میره آجر بندازه بالا، عمله فرغون رو پر میکنه میبره دم ساختمون، آجرها رو میندازه بالا. فهمیدم. الان من اون عملم، تو اون مهندس ناظری. نه خیلی من دانشمندم، خیلی آدم حسابیم. الان میخوام برم دوش بگیرم. ببینم الان که تو دانشمند آدم حسابی میخوای دوش بگیری، ایجنتت که لازم نیست بیاد به جات دوش بگیره. ما دانشمندیم، هیتلر نیستیم که زور بگیم که نوکرتم.
فقط خواستی بیا تو در بزن کار داشتی. بیا تو، بیا تو دیگه. همه اون در رو دارن میزنن. چه دم توی؟ چیه؟ دکتر بایست اومد. چیه؟ مثل لغیا وانست سیو. چی میگه؟ یه لوریا میخواد ببیند. بهش بگو من 10 دقیقه دوش میگیرم میام. He wants to see you right now. چی میگه؟ بپوش بریم. اردشون شکل تو. سلام علیکم. چی شد پر لوریانکو؟ لوریانکو؟ He will come very soon. This is your menu. Trot pick one. چی گفت لوریان چی؟ گفت لوریان الان میاد. این چیه؟ خواهد جشیه منوشتی؟ منوی دیگه اصلا چی هست؟ منوی سهونت چی هست خب؟ ببین من تو سیس تخمه هم میخوارم با 5 تومه پرتقال. گیوتین؟ گیوتین؟ گیوتین که باش سر میبرن که شاید خواستی کله پاچه رو بگی. کلب چم حال میده خیلی وقت هم از نخوردی. کورد چی بود؟ تنابه دار گاز چمبر، اتاق گاز، صندلی الکتریکی، تیر بارون خبیل بگیرم. در قفل کرده غلام، در قفل کرده. در واسه چی قفل کرده؟ در واسه چی بسته؟ بینی چه بینم؟ در واسه چی قفل کردی غلام؟ بیدره باکو چیکار میخوام بکنم؟ بدبخت شدیم غلام، بدبخت شدیم. میخوام بکشنم، چیکار میخوام بکنن؟ گیوتینگ، تنابه دار، اعدام، تیر بارون. واسه چیه؟ رکب خوردیم غلام، رکب خوردیم. تو هر سخت و آسونی